به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران ارجمندم. امیدوار هستم که هر کجا هستین سلامت و پیروز باشین. خدمتتون عرض کنم پیرو پستی که دیروز خدمتتون ارائه کرده بودم و در اون سوالی رو مطرح کردیم مبنی بر اینکه جهت ثبت روابط فکی در کیس های مختلف مرتبط با پروتز، حالا یا کرامبریج یا کیس هایی که متکی بر ایمپلنت های دندانی هستن، کدام یکی از متریال ها به جهت ثبت روابط دقت بیشتری دارن و میتونیم به اونها اعتماد بکنیم و کدام یکی از متریال ها ضعف دارن و خیلی در جهت ثبت روابط فکی نمیتونیم به اونها تکیه بکنیم. خب همکاران ارجمند به بنده لطف داشتن، پاسخهایی رو دادن. دوستی گفته بود که به کمک دورالی این کار رو انجام بشه، دقت بیشتر و بهتری داره. خب در جواب باید خدمت این دوست ارجمندم عرض بکنم که ما واقعیت اینه که به جهت سختی بالا و شرینکیج زیاد دورالی و در کل رزین ها خیلی نمیتونیم به جهت ثبت روابط فکی از اونها استفاده بکنیم. یکی از دلایلش اینه که خب اینا خیلی ریجید هستن و وقتی که ستاپ میشن اگر آندرکاتی در تو سطوح حالا اوکلوزال یا جاهای دیگه دندون وجود داشته باشه اونجا لاک میشن و سالم خلاصه خارج نمیشن و خیلی سخت هستش که با دورالی و مواد رزینی سخت بتونیم ثبت روابط بکنیم. پس بنابراین این کنار گذاشته میشه. دوست دیگه گفته بود که با پوتی. خب پوتی یکی از آپشن هایی که معمولا از در کلینیک ها به جهت ثبت روابط فکی از اون استفاده میشه، اما واقعیت اینه که ما پوتی رو چون با یک اکتیویتوری میکس میکنیم و حالا تو ورکینگ تایم خاص خودش بایسته اینو برسونیم آماده بکنیم و داخل دوام ببریم، معمولا پوتی ها هم خیلی دقت قابل اعتمادی ندارن. حالا اگر ای سیلیکون پوتی هایی باشن که جزء شاخه سیلیکون های افزایشی یا ای سیلیکون ها باشن، خب به جهت خود ماهیت ماده ما دقت بالایی خواهیم داشت، اما چون این مواد هم نوعی پاتی هستن که اینا بایستی با اکتیویتر میکس بشن و این میکس کردن هم گاهن توسط افراد یا دستیاری انجام میشه که خب شاید خیلی تجارب کاری ندارن، این ورکینگ تایم و ستینگ تایم شاید خیلی مطلوب و به موقع انجام نمیشه و گاهن خطاهایی توی پوتی هایی که رجستر میکنن روابط فکی رو هم وجود داره. دوست دیگه گفته بودن به وسیله رجستریشن، حالا من منظورشون رو نتونستم، فرصت نشد بپرسم، ولی شاید منظورشون باید رجستریشن بود یا همون مواد سیلیکونی که به صورت لایت بادی یا هارد بادی هستن و معمولا تو پکایی که این سبکی هستن شبیه همین تیوبایی هستش که ما جنجی ماسک رو به وسیله اون گان تزریق میکنیم وجود دارن. میتونیم بگیم که بله قطعا باید رجستریشن همون چیزیه که مطلوب ما هست. وقتی که باید رجستریشن رو ما جهت ثبت روابط فکی استفاده میکنیم، ببینید این توی کارخونه کاملا دو تا متریال مختلف با ویسکوزیتی مناسب ساخته شده. وقتی که اینا تو میکسر قرار میگیرن و میکس میشن کاملا توی تایم مناسب خودش اون پلیمریزاسیون انجام میشه و ستاپش و به اون شرایط فلو میرسن و یه ورکینگ تایم مناسبی دارن که ما بایستی که اون رو مد نظر بگیریم. بنظرم این که استفاده از اونها خب نکاتی داره، مثل اینکه روی سطح اوکلوزال دندون حتما خشک باشه، بزاق رو خشک بکنن بعد اپلای کنن و حتما زمانی که مریض میخواد رابطه رو ثبت بکنه یا دهانش رو ببنده بایستی بهش اعلام بکنیم که دندون ها رو روی همدیگه سایش نده و به صورت فقط بالا به پایین فک خودش رو ببنده تا این متریال بتونه روابط رو ثبت بکنن. چیزی که خیلی برای ما روتین هست به جهت ثبت بایت ها یا اون روابط فکی، موم روز هست. معمولا
شاید به جرات بگیم 95% بایت رجیستریشن هایی که از فکن گرفته میشه توسط موم روز انجام میشه. خب متاسفانه باید بگیم که کاملا روش غلطیه به جهت ثبت روابط. یکی از اصلی ترین دلایل اونی که موم روز دچار دیستورشن میشه تو تغییرات آب و هوایی و دمای زیاد کاملا ماهیت خودش رو از دست میده و توی سرما هم شکننده میشه، کلا تابع محیط هست و عملا به جهت اینکه موم روز خیلی راحت فرم میگیره و خیلی راحت زوایا رو ممکنه دچار تغییر بکنه، برای من موم روز علی رغم اینکه خیلی استقبال زیادی میشه از اون جهت ثبت روابط، اما نمیتونه آپشن مناسبی برای ما به جهت ثبت روابط فکی باشه. حالا نکته دیگه که وجود داره و من اون رو خدمت همکارم هم عرض میکنم، معمولا یه روش دیگه یه جهت ثبت روابط تو لابراتوار ما داریم که به اصطلاح به اون هند آرتیکولیت میگیم. ما بهترین نوع متریال رو هم که به جهت ثبت روابط فکی در اختیار داشته باشیم، توصیه من خدمت شما اینه که حتما به جهت دقت و بررسی اینکه آیا اون وایت رجیستریشن خطایی داره یا نه، حتما به صورت هند آرتیکولیت هم این شرایط رو بررسی بکنیم، یعنی اون ماده وایت رجیستریشن رو روی کستین قرار بدیم، وضعیت رو مارک بکنیم، مشخص بکنیم، بعد اون متریال رو جدا بکنیم، به صورت هند آرتیکولیت وضعیت رو بررسی بکنیم. معمولا وقتی که روی سطح جونده یا اوکلوزال دندونها رو بررسی میکنیم، میبینیم که مناطق سایش یا اتریشن هایی وجود داره که معمولا راهنما هستن و نشون میدن که دندونها توی اون نواحی استاپ دارن و اوکلوژن تو اون نواحی هستش که کاملا برقرار میشه. بنابراین حتما به صورت هند آرتیکولیت هم روابطشون رو مورد بررسی قرار بدن. پس اگر که جمع‌بندی بکنیم صحبتمون رو، به صورت عام با موم روز ثبت روابط میشه که کاملا اون رو ما من میکنیم، بعد با پوتی هست، معمولا با پوتی گرفته میشه که قطعا تو پوتی هم ما دقت نخواهیم داشت به جهت اینکه پوتی عرض کردم یکی از دلایل اصلش اینه که این ورکینگ تایمی که ما تو پوتی ها داریم، حالا هرچند اگر جزء سیلیکون های افزایشی هم باشه، ولی به جهت اینکه این توسط شخص میکس میشه، ممکنه که اون تو زمان خیلی کنترلی نداشته باشه و زمانی که این ستینگ دیگه در شرف هست، یعنی اون پوتی داره سخت میشه، تو دهان منتقل بشه، بنابراین نتونه اون ثبت دقیق رو انجام بده. آپشن بعدی باید رجیستریشن ها هستن که معمولا بهترین نوع متریال هستن به جهت ثبت روابط، به جهت اینکه ویسکوزیتی مناسبی دارن و وقتی که با گان و اون میکسر میکس میشن کاملا فلو مناسبی دارن و ما میتونیم با ورکینگ تایم رو که در اختیار داریم و شرایطی رو که بایستی در نظر بگیریم روابط رو ثبت بکنیم. در نهایت هم عرض کردم خدمتون که حتما هند آرتیکولیت بکنین و نگاه بکنین زیر اون ذره‌بینتون و ببینین که نقاط سایش کجا هست و وضعیت اوکلوژن رو حتی با وایت رجیستریشنی که در اختیار دارین به وسیله هند آرتیکولیت هم مورد بررسی قرار بدین. عملا میشه با حالا دقت نظری که خواهیم داشت دقت بکنیم که حداقل بهترین مانتینگ و روابط رو برای کیسمون در نظر بگیریم و اونها رو مانت بکنیم. همونطور که میدونین یکی از معضلات کار ما اینه که ما معمولا یا کیسی رو وقتی به اتمام میرسونیم گلیز میکنیم و این کیس منتقل میشه به داخل دهان در مطب، گاهن این انتقال پیدا میکنه به ما که اوکلوژن بلند هست یا اوکلوژن کوتاه هست. همین خطاهایی که در اوکلوژن ها وجود داره قطعا میتونه به جهت همین متریال ها باشه و یا اینکه قالب مقابل ما یعنی کنتر ما دچار
نقصان بوده و اینها رو ما مورد بررسی قرار ندادیم. به هر حال خیلی ممنون از همکاران ارجمندم که مشارکت داشتن و امیدوار هستم که بتونیم با هم دیگه این جور مطالب رو به اشتراک بذاریم و در روند بهتر شدن درمان‌های پروتزی گامی هرچند کوچک برداریم. خیلی متشکرم از اینکه این ویدیو رو ملاحظه کردین. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.